به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبر این ساعت را پی میگیریم، اما در آغاز سرخط خبرها. تحویل دهی اجساد 10 قربانی کشتی غرق شده در ترکیه به خانواده هایشان، 11 تن دیگر هنوز ناپدیدند. افتتاح بزرگترین برنامه برای توانمندسازی زنان در افغانستان. این برنامه از سوی اداره توسعه بین المللی امریکا با هزینه بیش از 200 میلیون دلار عملی می شود. با احتمال فرستادن نیروهای تازه نفس امریکایی برای حمایت نظامیان عراقی، امریکا 1500 سرباز تازه نفس جهت تقویت نظامیان عراقی برای مبارزه با داعش به عراق اعزام می کند. امروز شنبه 17 عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 نوامبر سال 2014 میلادی. مشروع خبرهای این ساعت با من محمد سجاد یاسر. اجساد 10 تن از شهروندان کشور که در آبهای ترکیه غرق شده بودند امروز در کابل به بستگانشان سپرده شد. در میان این اجساد یک خانواده 5 نفری نیز شامل است که تمامشان جانهای خود را از دست دادند. بستگان این قربانیان میگویند که ناامنی و فقر، بیکاری در کشور سبب شده است تا جوانان برای گریز از این مشکلات به مهاجرت بروند. از سوی هم وزارت امور خارجه میگوید که 11 تن از شهروندان افغانستان که شامل سرنشینان کشتی غرق شده بودند تا کنون ناپدیدند. حفیظ الله سالنگی گزارش میدهد. گریز از ناامنی، فقر و بیکاری و رسیدن به آرامش هدف اصلی سفر این افراد به اروپا بوده است، اما پایان این سفر جز درد و رنج چیز دیگری به همراه نداشته است. اجساد 10 تن از این افراد که قصد رفتن به اروپا را به شکل غیر قانونی داشتند روز شنبه به بستگانشان در کابل سپرده شد. این 10 جسد مربوط باشندگان ولایت ایرات هستند. 5 تن آنان عضو یک خانواده بودند. از دیر زمانی است که این گونه رویدادهای غم‌انگیز دامن بسیاری از خانواده ها را در کشور گرفته است. بچه همه و همراه فامیل خود در این کشتی که به ترکیه رومانی میرفته غرق شده، همراه فامیل خودش، همراه خانومش و 3 طفلش که دختر میباشه، 12 ساله، 10 ساله، 2 ساله. همه چند شب جلوتر بود که ما تلویزیون دیدیم که یک کشتی گفتم به آب سیاه ترکیه غرق شده. من خانه گفتم کمی بسیرمت نباشه بیادرت، ما گفتم نه خانه بدن خبود بیا بیادرت نگم یک خونه برتر میشه دیمی آمد گولا به داخل کشتی بودی غرق شده. بستگان این قربانیان میگویند که ناامنی، فقر و بیکاری در کشور سبب شده است تا جوانان برای گریز از این مشکلات جان خود را به خطر بیاندازند. به گفته بستگان قربانیان، اگر حکومت با پدیده ناامنی و بیکاری در کشور مبارزه جدی نکند، بسیاری از جوانان دیگر با این سرنوشت دچار خواهند شد. برای که افغان ها از اونجی از مجبوری، از ناامنی، از بیکاری، از فقر میرن، از مجبوری، کس که پیسه داشته باشه از کشور نمیره، به هر رقم باشه زندگی خود به کشور تیر میکنه. این کسایی که میرن همه از بیچارگی و از مجبوری میرن. سه شنبه هفته گذشته یک کشتی عامل 42 مهاجر کشور که میخواستند از کشور ترکیه به اروپا بروند در تنگه بسفر در آبهای ترکیه غرق شدند. از این میان 6 تن آنان توسط گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند و تا کنون 25 جسد نیز پیدا شده است، اما از سرنوشت 11 تن دیگر سرنشینان کشتی غرق شده خبری نیست. مسئولان وزارت خارجه کشور میگویند که عملیات جستجو برای دریافت این افراد توسط کشور ترکیه ادامه دارد. خوشبختانه از سوی مقامات دولت ترکیه وعده سپرده شده که 7 کشتی نجات، 2 فروند هلیکوپتر و صدها تن عملی نجات هنوز هم به تلاش برای دریافت 11 تنی که ناپدید هستند ادامه میدهند و امیدوار هستیم نتیجه در پی داشته باشند. این بار نخست نیست که همچو رویداد اتفاق میفتد. تا به حال همچو داستانهای غم‌انگیز برای بسیاری از جوانان و خانواده ها در کشور رخ داده است، داستانی که بیشتر وقتها پایانش جز آه، ناله، اشک و پشیمانی چیزی در پی نداشته است.
برنامه مشترک افغانستان امریکا برای توانمندسازی زنان در کابل افتتاح شد. این برنامه 5 ساله 75,000 زن را زیر پوشش قرار می دهد. سفیر امریکا در کابل می گوید که این پروژه مشترک زنان را در بخش های اقتصاد، تجارت، فعالیت های مدنی و اشتراک زنان در قدرت کمک خواهد کرد. از سوی هم رئیس جمهور غنی بر اشتراک بیشتر زنان در بخش رهبری حکومت وحدت ملی تاکید می کند. منیب شاهین گزارش دارد. برنامه مشترک آمریکا و افغانستان که یک پروژه 5 ساله است، روز شنبه افتتاح شد. این برنامه برای توانمندسازی زنان کشور کار میکند. کمک به نهادهای مدنی مربوط زنان، توانمندسازی زنان در بخش اقتصاد، تجارت و سهمگیری آنان در سطح رهبری از اهداف اصلی این پروژه گفته میشود. سفیر آمریکا در کابل میگوید که دولت آمریکا برای تقویت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان مانند گذشته کار خواهد کرد. به گفته وی، در این برنامه 75,000 زن از سن 18 تا 30 سال را در 5 سال آینده کمک خواهد کرد. در افغانستان کارهای در بخش توانمندسازی زنان شده است. آمریکا متعهد است که برای تقویت حقوق بشر و حقوق زنان مانند گذشته در افغانستان کار کند. در این پروژه 75,000 زن از سن 18 تا 30 سال کمک خواهد شد. هدف این برنامه این است که زنان در بخش های اقتصاد، تجارت و مشارکتشان در نهادهای مدنی و از همه مهمتر سهم زنان در رهبری خواهد بود. افزون بر مقام‌های خارجی، اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله نیز در این مراسم حضور داشتند. فرد اول کشور از کمک‌های آمریکا برای توانمندسازی زنان در افغانستان قدردانی می‌کند. اشرف غنی رئیس جمهوری کشور نقش زنان برای سرمایه‌گذاری، بانکداری، اقتصاد، تجارت و فعالیت در نهادهای مدنی کمرنگ می‌داند و از آمریکا می‌خواهد که برای سهمگیری زنان در بخش‌های مختلف حکومت وحدت ملی را کمک کند. و بخش چهارم تقویه نهادهای زنان است تا از حقوق مشروع اسلامی و حقوقی را که قانون اساسی ما داده دفاع کند. بنابر این چهار بخش که در این برنامه است، برنامه‌ندگی دکتر سپه عبدالله، ما و تمام اعضای حکومت بازم تاکید میکنیم نقاط عمده و حیاتی است. رئیس جمهوری کشور از آمریکا میخواهد که جهت اعمار یک باب دانشگاه ویژه زنان حکومت وی را یاری رسانند. اشرف غنی همچنان نقش زنان را در سهمگیری قدرت در 13 سال گذشته اندک دانسته و تاکید میکند که زنان در سطح رهبری در حکومت وحدت ملی جایگاه خوبی خواهد داشت. که امید است یک مقدار از این کمک ها و مخصوصا از کمک هایی که ممالک دیگه همکار ما میکنند برای ایجاد اولین پوانتون زنا که از طرف زنا اداره میشه صورت بگیرد. اما بعد با وضاحت بگویم که مشارکت زنا قابل قبول ما نیست، باید جد شد و به صورت اساسی تقویه شد. ما سر وعده خود استاد استیم که اولین زن دستر محکمه افغانستان انتصاب کنیم. پروژه توانمندسازی زنان در افغانستان 216 میلیون دلار آمریکایی هزینه برخواهد داشت که از سوی آمریکایی ها پرداخته می شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت بر کمک اداره توسعه بین المللی امریکا در بخش زیرساختارها و زراعت در کشور تاکید کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته است که رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در دیدار با راجیف شاه رئیس عمومی اداره توسعه بین المللی امریکا گفته است که حکومت وحدت ملی به اصل مبارزه با فساد متحد است و این راه را با جدیت ادامه می دهد. خبرنامه افزود است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت از کمک های این اداره قدردانی کرده و خواستار کمک های اداره توسعه بین المللی امریکا در بخش زیرساخت کشاورزی در کشور شده است. از سوی هم راجیف شاه رئیس عمومی اداره توسعه بین المللی امریکا گفته است که این اداره با سرمایه گذاری در بخش زراعت و بازسازی زیرساختارها در افغانستان متحد است و این برنامه را در همکاری با حکومت وحدت ملی به پیش خواهد برد. در همین حال رئیس اجرایی حکومت با بورج برندی وزیر خارجه نروژ ملاقات کرده است. به اساس یک خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی، عبدالله عبدالله نروژ را از کشورهای دوست افغانستان خوانده و از همکاری این کشور با افغانستان قدردانی کرده است. خبرنامه افزوده است که در این دیدار در مورد چگونگی نقش نیروهای ناتو پس از سال جاری میلادی نیز گفتگو شده است.
شماری از اعضای شورای ملی حکومت را در امر پیگیری پرونده های قتل های زنجیره‌ای با بی‌کفایتی متهم می‌کنند. آنان انتقاد می‌کنند که با وجود تقاضای نمایندگان مردم برای افشاسازی این قضایا، حکومت توجه لازم نکرده است. رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس سنا از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند که تعریف مشخص از دوست و دشمن ارائه کنند و پرونده های قتل های زنجیره‌ای را تحت بررسی قرار دهند. در همین حال شماره دیگر از اعضای شورای ملی ارگان های کشفی را در حادثه 15 عقرب مقصر می دانند و باور آنان رویداد 7 پیش در بغلان ناشی از غفلت وظیفوی ارگان های کشفی بوده است. وثیق الله عظیمی گزارش می دهد. یاد و خاطره های شهدای شورای ملی کشور با اشتراک رئیسان هر دو اتاق شورای ملی و ورثای شهدا بزرگداشت شد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که شورای ملی کشور نسبت به ارقام عددی خود بیشترین قربانی داده است. رئیس مجلس نمایندگان هشدار میدهد که دشمنان مردم افغانستان با گرفتن قربانی از خانه ملت به هدف خود نخواهند رسید. رئیس مجلس نمایندگان از گروه های مخالف دولت خواست دست از جنگ بردارند و به میز مذاکره حاضر شوند. خواهران و برادران عزیز، من از همین جایگاه بالای آن عده افغانهایی که در صف مخالفت با دولت و مردمشان قرار دارند خطاب میکنم که بیایید به صدای صلح‌خواهانه و دعوت دولت افغانستان لبیک بگویید. بیایید مخالفت ها را کنار بگذارید و از طریق نشست و گفتگوهای برادرانه تمام مسائل اختلافی را پیشکش کنید تا مشترکاً رای حلی برای آنها دریافت نماییم. در همین حال رئیسان هر دو اتاق شورای ملی حکومت را در امر پیگیری پرونده های قتل های زنجیره‌ای با وجه حادثه بغلان به بی‌کفایتی متهم میکنند. آنان میگویند که با وجود تقاضای نمایندگان مردم به خاطر افشاسازی این قضایا، حکومت توجهی لازم نکرده است. با وجود تقاضاهای مکرر هیچ سرنخی در جهت تثبیت، گرفتاری و به دادگاه کشانیدن عاملین آنها صورت نگرفته است. امیدواریم در زمینه توجه جدی صورت گیرد. خب مجموع که در افغانستان در امنیتی ارگان و خصوصا کشفی ارگان در افغانستان در مشران و جرگی و در ملی شورا په نمایندګۍ گیله لرم چې نه د 15مې دورې او نه د 14مې دورې د شهدا او قاتلین کشف شو، بلکې داسې مرموز پات شو چې هیڅوک په انګیزه او تفسیره باندې بحث نه لري چې ولې او څنګه. از سوی هم شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان ارگان های کشفی را متهم به غفلت وظیفوی می کنند و می گویند در صورتی که این ارگان ها به وظایف خود به درستی عمل می کردند از وقوع رویداد 15 عقرب در بغلان جلوگیری می شد. وکیلای ما که 15 روز قبل به نیروهای کشفی و امنیتی مکتوب رسمی روان کردند، خود از اینا خواهش کردند از نیروهای امنیتی که ما در بغلان سفر داریم بخاطر بررسی فابریکه قند بغلان و سیمیت غوری، آیا نیروهای امنیتی و نیروهای کشفی ما در این باره دو علت است، یا غفلت کردند یا به نمایندگان مردم افغانستان احترام نکردند و یا اینکه خبر داشتن خودشان شریک همی جرم است. اگر حکومت سالم و قوی می داشتیم شاید این فاجعه رخ نمی داد و بعد از آن که رخ داده بود اگر حکومتی سالم و قوی می داشتیم قضیه جدن بررسی می شد. با این همه خواستی اصلی از حکومت وحدت ملی تعریف مشخص از دوست و دشمن است. از حکومت افغانستان این بار از رهبری دولت وحدت ملی می خواهیم تا در جهت تثبیت عاملین قضایای به شهادت رسانیدن مردان خدمتگزار این کشور برایند و اطمینان خاطر برای مردم ما فراهم نمایند. تو اوسنی حکومت نه چې د وحدت ملی په نوم یادیږي، جمهور رئیس او د اجرایوي رئیس نه، د مشرانو جرګې د آدرس نه هیله دا ده چې د دغې قاتلینو چې د دواړو خونو محترم استازی پکې د دوی په توسط شهیدان شوي دي، د دوی ملګرو کورنۍ او د افغانستان ملت ته روخانه که چی ولی او چنگه او پس شکل تای 13 سال اگر ما هر کدام از وقایع بررسی بکنیم
بیترین شخصیت های کشوره، حتی در سطح رهبریت کشور بزرگمرد جهاد پروفیسور استاد ربانی و صدها مبارزین و رادمردان و بزرگمردان این کشور ما از دست دادیم که یقینا همه این شهادت ها برنامه ریزی شده و طرح ریزی شده و قابل غور و قابل بررسی هست. 7 سال پیش در 15 اقرب سال 1386 خورشیدی، سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان همراه با شمار دیگری از اعضای مجلس برای فالسازی فابریکه شکر بغلان عازم این ولایت شده بودند که مورد حمله انتحاری قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان 2 تن هلاک شدند. شمس‌الدین سرحدی ولسوالی دوشی گفته است که این حادثه صبح امروز در نتیجه منحرف شدن یک موتر نو کرولا روی داده و موتر با سرنشینانش به دریا افتاده است. به گفته ولسوالی دوشی یک زن که به دریا افتاده تا هنوز نیز ناپدید است. در همین حال فرماندهی پلیس بغلان از کشف سلاح و جنگ افزار مخالفان مصالح دولت خبر داده است. امین الله امرخیل فرمانده پلیس بغلان میگوید که این سلاح و جنگ افزار در یک موتر نو تریلر به گونه ماهرانه جاسازی شده بود. به گفته آقای امرخیل این تریلر از پاکستان بارگیری شده بود و شب گذشته از سوی پلیس شناسایی و متوقف شد. و اما در خارج از کشور، امریکا اعلام کرده است که برای تقویت نظامیان عراق در مقابله با شبه نظامیان گروه داعش 1500 سرباز تازه نفس به عراق اعزام میکند. با این حال این نیروها قرار نیست در عملیات زمینی علیه داعش مشارکت داشته باشند. طبق اعلام وزارت دفاع امریکا، پشتیبانی، آموزش و ارائه مشوره به نیروهای عراقی محور اصلی فعالیت های این نظامیان خواهد بود. این اقدام وزارت دفاع امریکا در پی درخواست دولت عراق صورت گرفته است. این در حالی است که همکنون 100 نفر از نیروهای امریکایی نیز برای کمک به ارتش عراق در این کشور به سر می‌برند. ارتش لیبیا همزمان با تداوم عملیات تقویت مواضع خود در بنغازی توانسته است کنترل شهر استراتژیک ککلا در جنوب غربی طرابلس را به دست بگیرد. منابع ارتش لیبیا اعلام کردند که نیروهای دولتی توانستند کنترل شهر ککلا را پس از گذشت چند روز از آغاز حمله به گروه‌های تروریستی مسلح به دست بگیرند. ارتش لیبیا با حمایت نیروهای داوطلب مردمی پس از درگیری با شبه نظامیان مسلح و به دست گرفتن کنترل چندین منطقه لیبیا از جمله بنغازی توانست پیروزی‌های به دست آورده و درگیری را خاتمه بخشد. ارتش لیبیا هفته گذشته نیز موفق شد که بزرگترین اردوگاه افراد مسلح در بنغازی را تحت کنترل خود درآورد. کشورهای غربی و همسایه‌های لیبیا بیم آن را دارند که درگیری‌های لیبیا تولید کننده اصلی نفت جهان منجر به جنگ داخلی شود. دولت مکسیکو میگوید که شواهد تازه نشان میدهد 43 دانشجوی که 6 هفته پیش مفقود شدند به قتل رسیده و اجسادشان سوزانده شده است. بنابر گفته دولت مکسیکو، پلیس این دانشجویان را به یک باند جنایتکار تحویل داده بود. دادستان کل مکسیکو گفته است که 3 نفر که مظنون به عضویت در این باند هستند اعتراف کردند که دانشجویان را کشته و اجساد آنها را آتش زدند. وی گفته است که بقایای سوخته شده 8 سال دانشجویان در کنار یک رودخانه پیدا شده و قرار است برای شناسایی آنها آزمایش دی ان ای انجام شود. این دانشجویان 6 هفته پیش پس از درگیری با پلیس در شهر اگوالا مفقود شدند. خانواده های دانشجویان موضوع کشته شدن فرزندانشان را رد کرده و آن را نپذیرفتند. بلوک اقتصادی شرق افریقا هشدار داده است در صورتی که دولت و شورشیان سودان جنوبی به جنگ داخلی 11 ماهه خود پایان ندهند، با تحریم و حتی مداخله منطقه‌ای مواجه خواهند شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار آژانس توسعه شرق افریقا بامداد روز شنبه پس از آن صادر شد که جدیدترین دور مذاکرات مستقیم میان سالوا کیر رئیس جمهور و ریکی میچار سرکرده شورشیان سودان جنوبی بدون انعقاد توافقنامه صلح به پایان رسید.
بلوک اقتصادی شرق افریقا به طرف های درگیر 15 روز فرصت داده است تا توافق تقسیم قدرت در این کشور را نهایی کنند. بر اساس بیانیه این نهاد، این اقدام می تواند شامل مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و یا تحریم تسلیحاتی باشد. بیانیه می افزاید که کشورهای عضو آژانس بین المللی توسعه در شرق افریقا بدون هر گونه اعلام به طرف های متخاصم اقدامات لازم را برای مداخله مستقیم در سودان جنوبی با هدف حفظ جان غیر نظامیان و احیای صلح اتخاذ خواهند کرد. و هفته 11 لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا شب گذشته با یک دیدار آغاز شد که طی آن کوردوبا مقابل مهمانش دپورتیو لاکرونیا با نتیجه تساوی 0-0 متوقف شد. رقابت‌های لالیگا امشب با انجام 5 دیدار پیگیری می‌شود و در مهم‌ترین دیدارها بارسلونا با مسافه آلمریا خواهد رفت. رئال مادرید در سانتیاگو برنابو میزبان رایو وایکانو است. در سایر مسابقات خطافه و الچه با یکدیگر دیدار می‌کنند. سلتا ویگو و گرانادا به رقابت می‌پردازند و ایبار و مالاگا نیز رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. از سوی هم هفته 11 رقابت‌های فوتبال دسته اول آلمان با برگزاری دیدارهای تیم‌های هرتا برلین و هانوفر آغاز شد که در پایان تیم هانوفر با 2 گل از صد میزبان خود گذشت. هرتا برلین با این باخت 11 امتیازی باقی ماند و در مکان 13 جدول ایستاد. هانوفر هم 19 امتیازی شد و به رده 4 جدول صعود کرد. این بود مجموعه خبرین ساعت. سپاس از همراهی شما. با بقیه برنامه های تلویزیون نور باشید. خدا نگهدار.